برای این بخش اول ما گفتیم که میخوایم بیایم سراغ محیط آکوستیکی، خب که اولین بخش جمله صداگاهمون بود، و بعد بریم سراغ ادراک. اینا دستور کار امروز ماست. ولی محیط آکوستیکی چیه؟ اینی که میاد توی ایزو. دقیقا طبق تعریف که ارائه شده، صدای برآمده از تمامی منابع صوتی آنگونه که توسط محیط دچار تغییر شدند. خب یعنی ما این منبع صوتی داریم، هرچی که هست، و اصواتی که از این میاد بیرون در محیط تغییر میکنه. اینجا حواست محیط اولیه، بعد شرایط مرزی اصطلاحا تو فیزیک یا ساختمون ها، نما، هندسه، مواد، تمام این چیزایی که توی معماری شهرسازی باش سر کار داریم، و امواج صوتی با اینا برخورد میکنن، در اثر برخورد با اینها و در اثر عبور از هوا تغییراتی میکنن که اینا رو میبینیم تقریبا حدودی امروز، و این میشه محیط آکوستیکیمون. یعنی ما با این فرد شنونده هنوز کاری نداریم، فقط به این بخش پس زمینه کار داریم. خب و اما اتفاقی اصلیمون چی است؟ وقتی که این صدا تولید میشه، فرض کنیم ماشین موتور داره و تایر لاستیکاش، دو تا منبع اصلی که معمولا در نظر گرفته میشه. اولین صدا صدای مستقیمه، خب صدایی که شنونده داره مستقیما از منبع صوتی میشنوه. صدای بعدی معمولا صدای بازتاب از زمینه، صدایی که خورده به زمین داره منعکس میشه به گوش فرد. صدای بعدی صداهایی هن که از دیواره ها، نماها، جدارها و الگوها و المان های محیطی میاد، ممکن مبلمان شهری باشه، هر چیز دیگه. اینا چیزای اصلی هستن، اتفاقی اصلی هستن. بعد میبینیم که حالا بسته به این که شرایط چطوریه، ممکنه بازتاب ما به صورت پراکنده اتفاق بیفته، مثلا رو اینایی که دیتیل بیشتری داره یا المان های بیشتری داره، اینور سطح صاف بازتابمون آینه ای. حالا به این میرسیم. چیزی که اینجا مطرحه، ما تونمون و پوشانمون همزمان حضور دارن، یعنی نمودارهای ما برای این موارد هستن. نمونه ها رو میشنویم، بعد صدای یک مکالمه بدون نویز، زمانی که نویز پس زمینه وجود داره و زمانی که حالا ما یک مقدار این صدامون رو تقویتش کردیم که ببینیم چه حالتی در میاد، که حالا اینجا ما از وداد هم جا داره تشکر بکنیم برای کمک به تهیه این حالا بخش ها. شنیدم میخوایی بری کارگاه صدای مدرسه بیدار. آره، از وقتی که میرم کارگاه مدرسه بیدار خیلی در مورد صدا دقتم زیاد شده. خب مردد ما این رو یک دور دیگه پخش میکنیم. شنیدم میخوایی بری کارگاه صدای مدرسه بیدار. آره، از وقتی که میرم کارگاه مدرسه بیدار خیلی در مورد صدا دقتم زیاد شده. خب حالا ما همین مکالمه رو فرض کنید که یک نویز پس زمینه شهری بهش اضافه میشه، چه اتفاقی میفته؟ هر چند این الان خیلی آرتیفیشال ممکنه باشه، برای شما خیلی مصنوعی به نظر بیاد، ولی خب مثال خوبیه برای ادراک اولیه و کلی. خب اینجا دیدیم که کاملا دیگه ما اون دریافت کلی که از یک سیگنال تمیز مکالمه داشتیم رو داریم از دست میدیم، که حالا اگر مقدار این رو ما تقویت کرده باشیم تازه میتونیم اون گفتار رو از نویز پس زمینه بکشیم. شاید هم میخوایی بری کارگاه صدای مدرسه بیدار. آره، از وقتی که میرم کارگاه مدرسه بیدار خیلی در مورد صدا دقتم زیاد شده. خب اینجا پس ما تأثیر مسکینگ یا پوشانش رو روی کیفیت گفتار دیدیم، و حالا فارغ از اینکه ما نظرمون به گفتار هست، اینجا ممکنه هر سیگنال مطلوبی توی فضای شهری ما داشته باشیم که توسط این سیگنال های نامطلوب یا صداهای پس زمینه پوشونده بشه، و این خب چیزیه که یکی از اهداف ما هست توی یک طراحی خوب، که بیایم مواردی که مطلوب ما هست رو واضح تر بشنویم.